یک مطالعه جدید حاکی‌ست که ممکن بتوان وزن بدن را توسط شیوه های صحی رژیم کنترل کرد. محققین دریافتند که رژیم غذایی در محدود ساختن کالری بدن مؤثر است که مهمترین بخش کنترل وزن به شمار می رود. به گزارش در این مورد توجه کنید. 60% بزرگسالان در ایالات متحده وزن زیاد داشته و بیشتر از 30% آنها چاق هستند. اما امریکایی ها صرف کسانی نیستند که با چاقی مبارزه می نمایند. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که چاقی یک پدیده همگیر در سطح جهان است که بیشتر از 1 میلیارد نفر را متاثر نموده است. دکتر داریوش مظفریان ارتباط میان رژیم غذایی و امراض مزمن را در اینستیتوت صحی عامه پوهنتون هاروارد مورد مطالعه قرار داده است. ما نیاز به یک تغییر مسیر نمونه‌ای در رژیم غذایی داریم. اما کسانی که در روش تغذیه و کاهش وزن بدن تلاش دارند، آنها باید به صورت منظم رژیم غذایی خود را مراعات نمایند. بعضی ها مقدار کمتر کربوهیدرات را و بعضی کسان مقدار چربی کمتر و همچنان خوردن پروتئین کمتر و یا بیشتر را توصیه می کنند که همه را در اشتباه می افگنند. در این مطالعه 25 بزرگسال شرکت داشت. دانیل کوهن یکی از این جمله و اشتراک کنندگان دیگر هر کدام در غذای روزانه بیشتر از 1000 کالوری می گیرند. من روزانه مقدار زیاد مسکه خالص، کریم و غذاهای مشابه آن را می خورم که معمولا نمی خوردم. در این مطالعه همه شرکت کنندگان مقدار پروتئین را به طور کم، اوسط و زیاد خوردند که در نتیجه وزن آنها بیشتر شد. اما کسانی که پروتئین اخذ نمودند در بدن آنها در مقایسه افرادی که پروتئین کمتر گرفته بودند پارچه های چربی اضافه گردیده بود. ما نیاز نداریم تا تمام غذاها را از روی یک فهرست بخوریم و یا مثل این که پلیس بالای سر ما ایستاده باشد. اکثر غذاهایی که شامل میوه‌جات، سبزیجات، ماهی، غلجات و مغزیات باشد. دکتر مظفریان میگوید توسعه 6 غذای درج این فهرست هر کدام در یک روز میتواند از چاقی و از امراض گسترده مزمن که مربوط به چاقی میشود جلوگیری نماید. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در حالی که در گزارش دیده شد عوامل مختلف میتواند باعث اضافه وزن یا چاقی در فرد گردد و این عوامل در کشورهای مختلف متفاوت است. پروفسور عبدالواسی سلطانی استاد پوهنتون طبی کابل را از استودیوی صدای آمریکا در کابل با خود داریم تا در مورد عوامل چاقی در افغانستان با شما معلومات را ارائه دارند. دکتر سلطانی با سلام و ممنون از حضورتان در برنامه. در مورد عوامل چاقی در بین افغان‌ها، این که آیا این مشکل در افغانستان هم مانند کشورهای دیگر رو به افزایش است یا خیر، اندکی معلومات بدین، بفرمایید. با تقدیم سلام به شما بیننده عزیز، همونطور که چاقی در دیگر دنیا هم افرادش رو به افزایش است، در افغانستان هم متاسفانه هر روز افراد چاق و عوارضی که از سبب چاقی به وجود میاد افزایش پیدا میکنه، خصوصا در شهرها که متاسفانه فعالیت فیزیکی کمتر دارن شهریان ما و بیشتر غذای پر کالوری میگیرن. از او خاطر نسبت به اطراف و قریجات که اونا بیشتر کار فیزیکی میکنن و کالوری هم اونقدر کافی نمیگیرن، در شهرها متاسفانه این رو به افزون است، خصوصا در شهر کابل که متاسفانه پارک ها و یا جاهای مخصوصی که مردم دو بتونن فعالیت فیزیکی یا سپورت را انجام بدن هم وجود نداره. از او خاطر و به غذاهایی که اکثرا مردم استفاده میکنند اونا پر کالوری هستند، مردم چاق میشن، از او خاطر خطرات ازی هم بیشتر است در افغانستان. خب استفاده از غذاهای آماده که اکثر در کشورهای انکشافی یافته رایج است تا چه حد باعث چاقی میشه و آیا استفاده از این نوع غذاها در افغانستان هم در بین مردم رو به افزایش است یا خیر؟ و همچنین غذاها تا چه حد میتونه مضر باشه؟ غذایی که تیار شده است اکثرا متاسفانه که واقعا برای صحت مضر است، ولی خوشبختانه در افغانستان خصوصا در قریجات و قریجات افغانستان بسیار کم استفاده میشه. در شهر هم کم کم مود شده، خصوصا در سوپرمارکت ها ما که میبینیم مردم وقتی میرن کوشش میکنن از این غذاها استفاده کنن، خود فکر میکنن که والا ما تمدن ما بیشتر است یا متمدن تر هستیم، در حالی که این برعکس سرچپه است. امیدوار هستم که در افغانستان این کلتور رواج نشه و اکثرا غذاهایی که در خانه پخته میشه بسیار خوب است، غذاهای تیار شده، غیر از اینکه
گاهی اوقات سرطان‌زا هستند و سبب چاقی فراوان و غیر از این مواد و ویتامین ها و غذایی را که واقعا یک غذای تازه یا پخته شده تازه داره و غذایی که استفاده میشن اکثرا ویتامین ها دو از بین میره و فقط غذای ناچیز دو باقی میمونه که گاهی اوقات اگر درست تاریخ از او دیده نشه و یا شکل از او درست نگهداری نشده باشه سبب عوارض بسیار خطرناک حتی سبب تسممات بسیار شدید هم میتونه شود. با کدام افراد دکتر سلطانی ما میتونیم چاق بگوییم یا اضافه وزن اینا دارن و بفرمایید که چطور میتونیم از این موضوع جلوگیری کنیم؟ بله، اصلا افراد چاق ما به سه کتگوری میتونیم تقسیم کنیم. یکی کسایی که اضافه وزن هستند، به این معنا که اگر 10% وزن از یا از حالت نرمال بیشتر باشه ای اضافه وزن است. وزن نرمال کسایی که قد خود اندازه میکنند به سانتی متر، 100 از او منفی کنند، 10% دیگر هم کم کنند، او به کیلوگرم وزن نرمال است. یک آدمی که 160 سانتی متر قد داره، اگر 100 از او منفی کنیم 60 و 10% دیگهش 54 کیلو وزن نرمال از او است. اگر 10% از این بیشتر باشه این اضافه وزن است، ولی از او اگر بیشتر تر باشه میتونیم شکل خفیف، متوسط و شکل شدید چاقی که تقریبا گاهی اوقات دو چند وزن میباشه که بسیار خطرناک است. امیدوار هستیم که مردم توجه کنند، بیشتر کوشش کنند که از غذاهای چرب و پروتئین دار استفاده نکنند، بیشتر غذای سبزیجات و میوه‌جات در سه وقت غذای خود اگر با غذای خود شریک بسازند، راه بهبودی از این است که اینا چاق نشوند و کوشش کنند که با فعالیت فیزیکی و سپورت از چاقی جلوگیری کنند. دکتر سلطانی، کدام افراد بیشتر تحت تهدید چاق شدن قرار دارند و توصیه شما به این گروه چیست؟ برای کسایی که انرژی بیشتر میگیرند، مواد غذایی چرب و پروتئین دار و گوشت و روغن و یارا بیشتر استفاده میکنند و فعالیت فیزیکی ندارند، اگر اینا مسن هستند نمیتونند فعالیت فیزیکی یا سپورت کنند، حداقل روزانه 1 ساعت یا 1/2 ساعت قدم هم بزنند، این هم برای مفادشان است و خود از امراض بسیار خطرناک کشنده مثل شکر، فشار خون و سکته های قلبی و دماغی خود نجات میتند که امیدوار هستم مردم بیشتر توجه کنند تا وزنشان بیشتر نشه. ممنون و تشکر از شما دکتر سلطانی از معلوماتی که در مورد برای بیننده های ارائه دادین. تا برنامه آینده و در بخش پرشو البته باز هم معلومات بیشتر در عرصه صحت از شما میشنویم. موفق باشین. تشکر.